خلاصه با یه کانتنت جدید توی چنل اومدیم. چی؟ مسابقه بین منتخب جهان، یعنی منتخب جهان یعنی همه بازیکنه همه کشورها بجز بازیکن کشورهای اروپایی، با منتخب اروپا، یعنی منتخب جهان با منتخب اروپا بازی دارن، به کاپیتانی کی؟ آقا مهدی طارمی و آقا سردار آزمون. هر کدومشو تو یه دونه از این منتخبا گذاشتیم کاپیتانشون کردیم. بریم ببینیم تیم آقای طارمی میتونه قهرمان بشه یا آقای سردار آزمون. حتما چنلو اگه تا الان ساب نکردید ساب بکنید، لایک بزنید و و و مهمتر از همه تا آخر ویدیو ببینید و نظرتون راجع به این قسمت توی کامنت ها بنویسید که آیا دوست دارید قسمت دومی هم باشه، حالا منتخبای دیگه هم درست میکنیم و بریم ببینیم که چیه. پس لایک کامنت سابسکرایب رو یادتون نره. اینستاگرام منم علی کریمی 76 حتما فالو بکنید اگه تا الان فالو نکردید. دیگه واقعا بیش از این وقتتون نمیگیرم. 1 2 3 برو بریم. بریم که دوتا تیم داشته باشیم. همونطور که گفتم هر تیم کاپیتان ایرانی داره، یه تیم آقا طارمی کاپیتانه، یه تیم آقا سردار آزمون. بریم که داشته باشیم تیما رو از تیم بارسلونا که تیم غیر اروپایی، یعنی میشه کل جهان به جز بازیکنهای اروپایی. همونطور که میبینید آقا مهدی طارمی به عنوان کاپیتان، بغل آقا لیونل مسی هستش، اونور محمد صلاح، اینور فابینیو و کاسمیرو، آقای نیمار جونیور، دا سیلوا، آلفونسو دیویس، مارک کولی، بالی، حکیمی، میرسیم به تعویزی ها، ادرسون، سان، دروازه‌بان که آلیسونه، سان، مانه، دیبالا، ماهرز، فرمینو، سوارز و کسیه، آلوزم که هیچی دیگه من چیز خاصی بهش اضافه نکردم. گفتم ترکیب هستی که اوکیه. تعویزی هم که انصافا سانو داریم، مانه رو داریم و دیبالا هم که نابعال. این از این. بریم سراغ ترکیب رئال مادرید. خب اینم از ترکیب رئال مادرید. همونطور که میبینید تیم اروپایی آقای سردار آزمون کاپیتانشه، بغل کریستیانو رونالدو، این ورش کیلیان امباپه، این ورش ارلینگ هالند و این ورش یعنی پایینش کانته، دبروینه، کانسلو، دیاز، فنداک، الکساندر آرنولد، نویر، تعویزی ها لوا، بنزما، کورتوا، کین، کیمیچ، مودریچ و آقا توماس مولری که بچه ها میدونم چه ارادتی دارم از به قول معروف از طرف التیمیت تیم این ارادت اومده. کروس، اوبلا، گورتسکا، دوناروما، ترشتگن، فرناندز، سیلوا، دیانگ، پوگبا، تییاگو، آلابا، واکر، اینا همینجور دیگه به قول معروف دیلی فرستادیم ولی توی رزرو دیگه، ولی تعویزی هامون اینا هستن. ترکیب اصلی هم که بهتون نشون دادیم. بریم ببینیم که تیم اروپایی برنده میشه یا تیم غیر اروپایی. پس برو بریم سراغ این که با یه گزارش خیلی خفن، آره سلیک سایت که ما هیچ کدوم انتخاب نمی کنیم، میریم سراغ فینال چمپیونز لیگ هم میخواییم بذاریم. UCL فینال، بارسلونا، رئال مادرید، اتکینگ بارسا 87، میدفیلد 69، دیفند 65، رئال مادرید اتکینگ 88، مید 69، دیفندش 88، ترکونده میدفیلدش که یکیه ولی دفاع اتکش قشنگ بارسا رو ترکونده. اینجا محمد صلاح و انگول و کانتر رو میبینیم. بریم سراغ کیتش و گیم ستینگ هم میذاریم روی 4 دقیقه و سطح هم لژندری رو میذاریم. بریم که این بازی خفن فینال UCL بینه تیم جهان میگم دیگه، بدونید این جهانه بازیکنه اروپایی توش نیست و تیم اروپا هم میگم که مشخصه دیگه، تیم اروپایی بین منتخب جهان و اروپا، ببینیم که کدوم قهرمان میشن. بریم که بازی رو داشته باشیم. با سوت داور بازی آغاز میشه و ببینیم که تیم منتخب جهان برنده میشه یا تیم منتخب اروپا. همین الان بازی تازه الان شروع شده، همین الان اگه حدس زدید حدساتون رو بزنید. بنده به نظرم تیم منتخب جهان بازی رو میبره و قهرمان UCL میشه، ولی حالا باید ببینیم. پشت دروازه نیمار جونیور پاس میده به کاسمیرو، کاسمیرو برای مسی، توپشو میگیرن، خود سردار آزمون میتونه فرار رو داشته باشه، پاس میده به کانتلو،
باز هم رونالدو از تیم منتخب اروپا واسه سردار آزمون، آزمون پاسو میندازه واسه کانته، کانته واسه رونالدو، رونالدو واسه هالند. عجب تیم رویایی هستش. حالا کریستیانو رونالدو یه سانت، یک ضربه میتونست کارو تموم بکنه که ای وای سردار آزمون نتونست. حالا فابینیو واسه کاسمیرو، خود مهدی را میندازه. حالا لیونل مسی میتونه را بندازه محمد صلاح و خود لیونل مسی. مسی پشت محوطه خطرناکه، میتونه ضربه رو بزنه. لیونل ضربه رو میزنه و سوپر واکنش نویر مواجه شدیم. یه موقع دیگه لیونل مسی پاس برای محمد صلاح، میتونه مهدی رو راه بندازه. عجب خوره ای این محمد صلاح. خود کاسمیرو پاس واسه فابینیو پشت محوطه، میتونه شوتو داشته باشه، نمیزنه محمد صلاح. حالا یک موقعیت، حتی توی کیک آف توی فینال یو سی ال هم اوتو بلاک مزخرف رو مشاهده کردیم. دقیقه 35 0-0 مساوی و فقط یه شوت توی چارچوب داشته، اون هم بارسلونا که تیم منتخب جهان هستش. خود محمد صلاح میتونه پاسو بندازه، فامینیو پشت محوطه برای مهدی طارمی، نیمار پاسو میندازه، لیونل مسی. مسی حوالا مریخت ضربه رو به مزخرفتنی شکل ممکن میزنه لیونل مسی. با هم دیگه تماشا کنیم چقدر زیبا دیاز رو رد کرد، ولی فکر کنم تایم قرمز زدش لیونل مسی که نتونست حساب کار یک بر صفر کنه در دقیقه 39. بعد ببینیم آیا نیمه نتیجه 0-0 مساوی میشه یا یه گلی زده میشه. این هالند با شماره 12 واسه الکساندر آرنولد، خود ویرجیل فندایک، انگولو کانته و سوت پایان نیمه اول، تساوی 0-0 منتخب جهان با منتخب اروپا. چهره کیلیان امباپه هم مشاهده میکنید. 15 دقیقه شما رو به خداوند مندان میسپارم و بعد از 15 دقیقه میایم که ادامه گزارش رو با هم دیگه داشته باشیم. 0-0 مساوی چاکس فعلا. خب به نام خدا با 45 دقیقه دوم فینال یو سی ال بین منتخب جهان و منتخب اروپا در خدمت شما بینندگان عزیز و عجمن هستی از کانال علی زلزله، پخش زنده کانال علی زلزله هستش. بریم که ببینیم نیمه دوم آیا گولیو دربر داره یا باید بره به 120 دقیقه. احتمال میدم که 90 دقیقه کارو تموم بکنن. یه دونه از تیما که احتمال زیاد کی باشه نمیدونم. دقیقه 65 0-0 مساوی. منتخب جهان با منتخب اروپا تا الان برنده ایو نداشته. باید ببینیم تو پایه 90 دقیقه هم همین نتیجه پا برجا هست یا نه. خود سردار آزمون میتونه ضربه رو بزنه. آزمون و توپشو گرفتن. وای بر من، میتونست سردار حساب کار یک بر صفر بکنه و اصلا نیمه اولی که دیدیمو فراموش کنیم و این منتخب اروپا باشه که گل بزنه. حالا یک ضربه از نیمار جونیور، باز هم عکس عمل زیبا از مانوئل نویر. فوق‌العاده کار کرده واسه منتخب اروپا این نویر. تعویض مهدی طارمی میاد بیرون و سادیو مانه به بیرون میاد، اون و لوا تو میاد و سردار آزمون از بازی بیرون میره. هر دو ایرانی و مربی عزیز کامپیوتر کشید بیرون، لعنت به شما کاپیتانا رو کشید بیرون و اونور لوا اومد بیرون، اومد تو و اینورم که مانه اومد تو. حالا یه موقع دیگه خود ایلینگ هالند، خود هالند میتونه پاسو بندازه که نه. آلیسون پاس میره برای فابینیو پاسو میندازه واسه سریو مانه، خود فابینیو پاسو میندازه واسه سانه که نه، مانه واسه فابینیو زره آخره میزنه و باز هم اکتر آمد زیبا در دقیقه 80 از مانوئل نویر. دیاز توپ صلاح و اوتو بلاک میکنه و در برگشتش فابینیو ضربه رو زد که مانوئل نویر شماره یک این میدان بوده واسه رئال مادرید و منتخب اروپا. فوق‌العاده کار کرده این نویر در این بازی. سه تا سیو عجیبن و غریبایی داشته. حالا توپو دور میکنه ژوآو کانسلو. بازی فوق‌العاده حساس شده در این دقایق پایانی. همچنان بازی 0-0. خود لیونل مسی میتونه سانت بکنه. خود لیونل مسی ژوآو کانسلو روبروشه، یه دراگ بک رو میزنه، لئو مسی پاسو میندازه. حالا نیمار، حالا یک موقعیت و باز هم سوپر سیو.
سادیو مانه توپشو میگیره نویر، فوق العاده سیو میکنه این نویر در این بازی، 4 سیو 100% رو گرفته. حالا رابرت لوا گولدسکی پاس واسه امباپه، لوا رونالدو، یک ضربه و ایور آلیسون همانند نویر یه سوپر واکنش از برگردون کریستیانو رونالدو رو، چه سیو زیبایی انجام میده در دقیقه 89. فوق‌العاده بودن هر دو دروازه‌بان، عجب بازی شده. شما فکر میکنید کی برنده میشه؟ لیونل مسی بیرون میاد، لوئیس سوارز میاد تو، توماس مولر وارد میشود و ارلینگ هالند خارج میشود. جوک سال هم در اومد، ارلینگ هالند رو بکشی بیرون و توماس مولر رو بیاری تو. دقیقه 90 ببینیم آخرین ضربه چی میشه، توپ رو دور میکنن. 91 دقیقه هم تمام شده، باید ببینیم دوباره مسابقه کیسوتو میزنه. کیلیان امباپه پشت محوطه خود کریستیانو رونالدو توپشو میگیرن و سوت پایان نیمه دوم، تساوی 0-0 و برنده این فینال باید توی 120 دقیقه مشخص شد. 120 دقیقه از همین الان وقت اضافه اول شروع میشه. حالا خستگی رو باید ببینیم توی ساق پای بازیکن‌ها میتونیم مشاهده کنیم یا نه. کریستیانو رونالدو هم به بیرون رفته و هری کین اگر اشتباه نکنم وارد بازی شده. بله، خود هری کین وارد، توماس مولر. ببینیم توماس مولر میتونه کاری بکنه یا نه. من نمیدونم کدوم مربی توماس مولر رو به جای ارلینگ هالند میاره، ولی این اتفاق افتاده اینجا. حالا این موقعیت کوین دبروینه برای کیلیان امباپه. 105 دقیقه هم تموم شده، وقت اضافه هم تموم شده و حالا دیگه باید سوت پایانو بزنه داور مسابقه. این هم از وقت اضافه اول، بریم سراغ وقت اضافه دوم. خب اینم نیمه دوم و نیمه آخر این بازی هستش، وقت اضافه دوم. ببینیم که آیا گلی، واقعا این فینال باید گل داشته باشه. نمیدونم چرا تنبلی میکنن و گلیو نمیزنن، ولی تا اینجای کار که 107 دقیقه بدون گل بازیو سپری کردیم. امیدوارم، من حداقل امیدوارم به ضربات پنالتی بکشه و به قول معروف یک هیچ بازی تموم نشه. حالا یه موقعیت میتونه پاس بندازه توماس مولر واسه هری کین، خود لوا گولدسکی واسه هری کین، خود هری کین، توماس مولر این خطرناکه. این موقعیت خود لوا گولدسکی پاس واسه توماس مولر، یک ضربه و توی دروازه کیلیان امباپه دقیقه 112 حساب کارو 1-0 میکنه. تیم منتخب اروپا بالاخره پیش میفته در دقیقه 112. حالا تیم منتخب جهان فقط و فقط 8 دقیقه فرصت داره که ببینیم آیا میتونه گل بزنه یا نه. کاسمیرو واسه سادیو مانه، سادیو مانه یه پاس واسه دیبالا و مانوئل نویر که یکی از بازیکن‌های مهم این بازی بوده و تمام. سوت پایان نیمه دوم وقت اضافه و برتری 1-0 منتخب اروپا در مقابل منتخب جهان. خوشحالی لوا دونسکی رو میبینیم و اینجا هم کولیبالی ناراحت و ویرجیل فنداگ. 1-0 منتخب اروپا قهرمان یو سی ال میشه. تبریک میگیم به همه طرفداران منتخب اروپا. بابا لوا باید توپو ببره، میم توپو جا ببره بالا، خود لوا و بله قهرمان یو سی ال میشه این منتخب اروپا و تمام. امیدوارم که شما از این ویدیو لذت برده باشید. بریم واسه خداویسی ناب. دوستان اینم از قهرمانی تیم آقای سردار آزمون یا همون منتخب اروپا. 1-0 دقیقه 112 آقای کیلیان امباپه کارو تموم کرد و خیلی باحال بود، هیجان زیادی داشت و واقعا یه خسته نباشید به همه گزارشگرای عزیز میگم، واقعا دهن آدم کف میکنه اینقدر بخواد حرف بزنن. حالا من در حد 10 دقیقه یه رو حرف زدم، اونایی که میان 90 دقیقه 120 دقیقه حرف میزنن چه کار خفنی و انجام میدم، واقعا خسته نباشید میگم. و امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. همونطور که بهتون گفتم راجع به این قسمت کامنت بذارید و برام بنویسید که دوست دارید قسمت های بعدی هم ببینید یا نه. لایک و سابسکرایب هم که میدونم یادتون نمیره، زنگوله خوشکانه حتما بذارید روش تا به نفع باشید که وقتی ویدیو میذارم با خبر بشید. تا
تا ویدیو بعدی موضوع خوبیاتون باشید. خیلی دوستتون دارم. چاکس فعلا.